به نام خدا. سلام بچه ها، قسمت دوم تحلیل امتحان نهایی خرداد 98 رو میخواییم با هم بریم تو درس گذشته انجام بدیم و موضوعات بیشتر اختصاص داره به چی؟ به گراف و مدل سازی با گراف. موضوعاتی که میشه گفت که چند تا نکته جمع و جور بلد باشی و مفاهیم صفر تا صد در کامل هم ندیده باشی، حداقل آشنایی نسبی باهاش داشته باشی، میتونی به راحتی سوالاش رو هم چیکار کنی؟ حل کنی. اکثر سوالات این تیپ هم میشه گفت که وام گرفته از سوالات متن خود کتاب درسی هست. اونا رو هم یه نگاهی بندازیم بدک نمیشه، چون به احتمال قوی تو امتحان نهایی هم که شما در پیش دارین همون تیپ سوالات که از توی کتاب درسی بهره گرفته میشه برای شما تکرار میشه. سوال شماره 6 رو ببینیم بچه‌ها. کلا موضوع گراف هستش و نکاتی که راجع به اونه و یه خوردن باید حاشیه‌هاشو با هم دیگه مروری کنیم که بتونیم سوال کامل حل کنیم. مرتبه اندازه‌ای که بودن میشناسن بچه‌ها چیه؟ حالا مرتبه اگه یادتون باشه بذار بنویسم دیگه. توی گراف پی که مرتبه بود با چی؟ یا بعض ما با اینم نشون میدن، اینا با حواسون باشه با اینم نشون داده بشه، تعداد چی هستش؟ اون رأس هست و اوتوماتیک و پشت‌بند این، مثلا میگن راجع به کیو صحبت میکنم که به عنوان اندازه میشناسمش، تعداد اون خطا، تعداد یال هاست شما مثلا داریم دیگه، که چون جلسه پیش مثلا به شما گفتیم مثلا کیو ماکسیموم، یال دیگه ماکسیمومش میشه چی؟ فومش پی در پی منک دومونم یکی از نکاتی بود که اینجا بودیم. مثلا اینجا بذار یادداشت کنم کیو ماکسیمومش میشه پی در پی منهای یک دوم، که مخصوص گراف چی بود؟ کامل بود دیگه، بقیه گراف ها کیوشون از این چی مقدار کمتر بود. پس الان توی این سوالی که شما بر من رسم کردی اگه از من پی میخوای که راحت نقطه رو میشمارم 1 2 3 4 5 6 نقطه شمردن که دیگه بلدی که نیست، کیو برابر است با چی؟ اندازه، یعنی تعداد یال ها، 1 2 3 اینجا بشه 1 2 3 4 5 6 7 این میشه مرتبه، اندازش هم چند؟ 7. تمام میشه بگوش الف چیز خاصی ما نداشتیم. اما قسمت بریم خیلی هوا جمع باشین توی مجموعه اصلا همسایه هایی که میخواد اینو باز گذاشت یا بسته گذاشت. وقتی میگه مثلا همسایه های بی تو این گراف، اونایی که به بی وصل هستن توی مجموعه جا میکنی، اما اگه بسته گذاشته بود خود بی رو هم جا میکنی. یعنی من الان دارم این نکته به شما تحویل میدم، میگم آقا اینو که فهمید داستان شد. آره، اگه یه همچین چیزی گذاشتم این گراف مثلا عنصر مثلا عنصر حالا ایکس، همه ببین تمامه یه مجموعه میده تمام رأس های متصل به ایکس رو اینجا چیکار میکنی؟ مینویسی برای من اونه که به این ایکس وصلن. این مدلی گذاشت برای شما ایکس، این مثلا بسته بود، علاوه بر این که اینو مینویسی تمام رأس های متصل به ایکس رو مینویسی و خود ایکس رو هم چیکار میکنی؟ مینویسی برای من. این میشه یاداوری این. خب حالا بی اینجا در مورد این سوال تو میگی آقا این همسایه های بی رو میخوام تو این گراف. خب بی به کجا وصله؟ یکی به آ وصله، یکی به دی وصله، یکی هم به سی وصله، دیگه به جای دیگه میبینیم سه نفر هم درجه 3 میبینم سه نفر بهش گفتی. اگه اینو بسته بود خود بی رو هم اینجا چکار میکردم؟ اضافه میکردم. این شد نکته چی؟ یادآوری همسایه ها. بریم قسمت بعدی جی. مجموع درجات رأس های گراف جی رو نمیخواد، جی بار مکملش رو میخواد. اگه یادتون باشه مکمل اصلا توی گراف اونی که وقتی با هم دیگه اضافه میشون به گراف اصلی اضافه میشون، اون گراف کامله بسازه. یعنی شما فرض کنی یه همچین گرافی من به شما بدم، میتونی کنی 4 رأسه دارم میدم اینا رو داشته باشه A B C D. وقتی راجع به مکمل صحبت میکنی تو همین A B C D رو برام میذاری، میکن A B C D رو برام میذاری، اونایی که رسم نشده رسم کن، رسم شده رسم نکن. یعنی چی؟ این رسم شد تو رسمش نکن، این دوتا رسم نکنی، بقیه رسم کن. این به این وصله اینجا، این هم همینطور، این یکی هم همینطور، این اونایی که رسم نشده رسم کردن. حالا بحث اینجاست که یالهای این با یالهای این، یعنی کیو این، کیو این گراف با کیوی که شما تو گراف چی داری مکمل داری باید رو هم بیفتن کامل کامل یه گراف ماکسیموم بشه، یعنی کیو ماکسیموم بشه. کیو ماکسیموم چی گفتی؟ پی در پی منهای یک چندم دوم هستش دیگه، که مخصوص کامل، یعنی این دوتا رو اجتماع بشن بیان رو هم دیگه یک گراف کامل رو بر تو میسازن. خب توی این سال همون رو میخوادی، تو مجموع درجات اینجا رو میخوادی دیگه. مجموع درجات با هم دیگه صحبت کنیم. اولا
توی مپ هست، شما میگه کیو به اضافه کیو گراف به اضافه کیو گراف کاملمون مکملمون پی در پی منهای دومه. باش ادامه بده. کیو گرافی که داری دیگه اون داری هفته دیگه هفته گراف مکمل اصلا نکشیدی ولی همجور دارم میام جلو. پی مون چنده گفتی شمردم 6 تا دیگه اینجا دیگه 6 در 5 این دو. اگه بخوام کیو گراف مکمل رو پیدا کنم اینجوری میشه، میشه 3 دوم 15 میرو میشه 8. 8 تا یال اون مکمل داره، اما از شما چی خواسته؟ مجموع درجات خواسته، مجموع درجات اینجا. اگه یادتون باشه مجموع درجات، بذار اینجا هم یادآوری بنویسم برای شما، تو هر گرافی مجموع درجات از شما میخواد میگه برابر با چی؟ دو کیو هستش، همیشه دو برابر تعداد یال هست دیگه. که یه نکته دیگه هم داشت در ادامه، مثلا در ادامه اثباتی میگفتیم آقا تعداد رؤوس درجه فرد ویرگول چی هستش؟ زوج هستش، که یه نکته حاشیه‌ای از این مجموع درجات مثلا دو کیو بود دیگه. الان تو کیو گراف مکمل پیدا کردی 8 تا، میگه مجموع درجاتش میگی دو تا کیوش، دو تا کیو گراف چی مکمل، یعنی دو تا 8 تا یعنی چند؟ 16. 16 میشه برای شما جوابی که تو قسمت چی به من تحویل میدی، قسمت چی به تحویل میدی. شد یک کنیم نمره دیگه، اینجا بارمش زیادتر دیگه، حواس جمع باشه. بریم بعدی، شما چند؟ 7. یه گراف 37 در نظر بگیریم. 37 مخفف دایره ای دیگه، مثلا دیگه انگار مثلا گراف دایره ای داری، حتما نه بعد دایره رسم شده باشه ها، دایره ای داری 7 تا نقطه روشه، همه هم درجه چندن؟ درجه 2 ان. به این سوال میخوام پاسخ بدم، احاطه گر چهار عضوی نمیدونم، عدد احاطه گر رو پیدا کن، دو تا مجموع احاطه گر مینیمم پیدا کن. اول 37 رو برای شما باید یادآوری کنیم. 37 یا اصلا 36 34 310 هر چی هست، گراف CN وقتی شما صحبت میکنی یه گرافی توی مربع نباید دایره باشه، یعنی یه چیزی این مدلی N تا نقطه روشه، حالا مربعی کشیده باشه، دایره کشیده باشه، بیزی کشیده باشه، هر چی میکشه بکشه. N تا روی این چی داری شما؟ N تا روی این چیمه نقطه رأس داری، این تا اینجا. توی گراف 37 وقتی داری صحبت میکنی من اینجا بی مدلی 1 2 3 4 5 6 7 نامگذاری هم میکنم برای شما، A B C D E F G، همچین گرافی من برای شما نامگذاری کردم. خب حالا موضوع احاطه‌گر چهار عضوی. احاطه‌گر چهار عضوی شما از من میخواد، بذار من معنای احاطه‌گر رو هم اینجا بنویسم. احاطه‌گر یا رأس احاطه‌گر اینه که آقا با یک سری، با انتخاب یک سری رأس، تمام رأس های دیگر، خب با یک یال پوشش داده شوند. یه تعریفی بدیم من توه ها اینجور بگیم. خب ببینیم من چهار تا اینجا میخوام چهار روزی بذارم، چهار تا اینجا گراف بردارم بیارم راحتی کار خودم. یکشو میذارم اینجا، یکشو هم میذارم اینجا، یکش هم میذارم اینجا. همین الان همه گراف رو من پوشش دادم تا با سه تا، یا کنی خود جی که پوشش داده میشه، F یه دونه یال میاد تمومش، یه یال نه بیشتر پوشش بدی، با یه یال بتونی پوشش بدی. جی دیگه مجروز اینجا بیاری که از اینجا پوشش داده میشه، سی که خودش پوشش داده میشه، ببین بی از طریق سی پوشش داده میشه، آ از طریق جی پوشش داده میشه، با سه تا یه درم اضافه ای تی ام از اینجا بنداز دیگه، بیا گذاشتیم اینجا مثلا گذاشت هر جا دوست داری گراف احاطه میشه. پس من الان مجموع احاطه گر میخوام که معمولا با دی ام نشونش میدی، اعضا رو نام ببر، مثلا تو چیه گذاشتی؟ بی گذاشتی و سی گذاشتی و دی گذاشتی و رو جی گذاشتی، یه احاطه گر چهار روزی شد تمام شد. عدد احاطه گری رو شما میخوای، عدد احاطه گری کمترین گراف، کمترین تعداد رأس ممکن است که بتونی کل گراف رو پوشش بدی. در مورد عدد احاطه گری داریم میگیم چی؟ کمترین تعداد اصطلاحا رأس برای احاطه چی میگین شما؟ گراف میگین. اینجا یه دو تا حاشیه داریم، یک
اینو با چی نشون میدیم؟ با گاما نشون میدیم. میگیم گامای گراف شما با بود تماس یه همچین فرمولی باشه که جلسه پیش هم مثلا بحث کردیم نگاه هم دیگه. این بروی دلتای به اضافه کنیم در مورد هر گرافیه. یه محدوده پیدا میکنیم مثلا برای این عدد گاما، این عدد هادی کردیم مثلا گاما هست دیگه، گامای گرافه. یه محدوده پیدا مثلا میگیم گاما بیشتر از 6. اگه تونستی 6 تا رو تحویل بدی که تحویل دادی، اگه نتونستی با 7 یا با 8 تا سعی می‌کنی یه عدد احادیگری بهش رأسای 8 تا بهش تحویل بدی. در مورد گراف CN، تو گراف CN این عدد احادیگری دیگه مسلماً، نه اینکه بیشتر درجه 2 درجه، اینجا نگاه کنی این CN درجه 2 درجه 2 درجه همه‌شون درجه 2 ان، همه‌شون درجه 2 ان، دلتا بزرگشون 2، این میشه n به روی 2 به اضافه 1 چندم 3، دیگه از حالت مثلا نامساوی هم خارج میشه، دقیقا خودش میشه. یعنی میتونم با مثلا سقف n سوم برای شما یه عدد احادیگری پیدا کنم. حتی این حرف رو تو گراف pn هم میزنم، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا هم همین حرفو میزنی، اینجا هم همین حرفو میزنی. گراف pn چیه؟ ببین اگه شما اینو cn میدونین، خب pn هم مدلیه خطیه. حالا ممکنه خطش صاف رسم نشده باشه، منحنی مانند رسم شده، ولی روی این خط شما یک سری چی دارین؟ رسم دارین که به هم دیگه وصله. مثلا حالا 10 تا 20 تا چه پی 7 تا نقطه مثلا، این سر و تهش درجه چندن؟ یکن. وسطی ها همه درجه چندن؟ درجه 2 ان دیگه. پی ان اگه خواستی همچین مدلی، سی ان اگه خواستی همچین مدلی. در مورد گراف پی ان سی ان همیشه از سقف ان سوم به عنوان عدد احادیگری استفاده میشه. ببین اینجا عدد احادیگری، چون گراف سی ان داری صحبت میکنی بر من، میگم گامای گراف ما دیگه مساویه، نه نامساوی، مساویه سقف چی؟ ان سوم. پس گامای گراف ما مساوی با سقف ان مون چند تا بود؟ 7 تا راست شد دیگه، 37 بود، 7 سوم. آقا گامای گراف ما چیه؟ 7 سوم میشه چقدر؟ 2 خورده ای به سمت بالا گرد میکنی میشه 3. یعنی با 3 تا کمترین حالت، با 3 تا میتونی کل استرنگ گراف رو چیکار کنی؟ پوشش بدی، که اتفاقا همون اولش با 3 تا داشتیم پوشش میدادیم. 2 مجموعه احادیگر مینیمم، حالا یعنی 2 نفر 3 عضو باید مشخص کنی. اینو بردی دیگه، این همین الان 3 عضو بود دیگه، یکیش این شد، اولی الان شد جیو دیو سی، دومیو بده. ببین اینا رو من خودم برای تفهیم شما گذاشتم، شما که سر امتحان یه زبدر کوچولو بذارید کنار درسی، اصلا نه هیچی ننیمیست، فقط همین مجموعه رو بنویس برای من. شما دو که بتونم با سه تا تنظیم کنم، جا رو یه خود عوض کنیم دیگه، دو تا لایه رد کنم بیاد اینجا، همین الان میشه کلی شک گراف. اوکی شده دیگه، پوشش داده میشه. این از طریق B پوشش میشه، این یکی از طریق F، این هم از طریق هم F هم D، این هم از طریق F پوشش داده میشه همش. بنویسش ارزش کیا بودن؟ F هست و D هست و با این بیه متمایزم هست. این اعضاش مثلا چیه متمایز؟ یه نفر مشترک داره دیگه، مجموعهش ولی چیه متمایزه. داستان احاطه‌گری این هست، فعلا توی مجموعه های مثل این ساده 7 عضوی، سی 7، پی 7 اینا راحت میتونی نظر بدی. یه شکلی که پیچیده باشه میشه با هم کلکل هم میکنی، ولی در مورد سال شماره 7 کار خیلی راحتی داشتی. بریم شماره چند؟ 8. حالا ثابت کن تو هر مجموعه احاطه‌گر دلخواه غیر مینیمال میشه مثلا با حذف برخی از رؤوسش اون رو به یه مجموعه احاطه‌گر مینیمال تبدیل کرد. ببین احاطه‌گر هست، واژه مینیمال اینجا خیلی مهمه بر من و شما یه خورده روش دقت کنین. ببینی مینیمال، احاطه‌گر مینیمال، اینجوری بگیم احاطه‌گر مینیمال، اولا شما با یه سری رأس کل گراف تونسی احاطه کنی، با یه سری دستگاه ATM کل تقاطع‌های شهر تونسی احاطه کنی. تو اینجا بحث با هم دیگه نیست، یعنی احاطه‌گر بودنش اوکی هست، اما مینیمال بودنش اینه که با حذف هر کدام از رأس‌ها، اون رأسی که مثلا شما احاطه کردی کل مثلا گرافو، احاطه‌گری چی بشه؟ مثلا فصل شود، مثلا از بین برود. اینجوری یه مثال بزنیم بر شما. ببینیم من یه شکل بر شما رسم کنم، این مدلی. الان اینجا رو من میتونم بگم که
کل اینجا رو شما چیکار کردی؟ احاطه هم کردی دیگه مثلا دیگه. خب این احاطه‌گر هستش، مشکل خاصی هم توش همه رأس احاطه دارن میشن با این چهار تا دستگاه ATM که گذاشتم. بعد آیا مینیمم هست؟ نه دیگه، مثلا مینیمم کمتر از این میتونستم قرار بدم. نیا کنیم مثلا من میتونستم با دو تا کلن کارتو رو را بندازم. مینیمم اینه، مینیمم یعنی کمترین تعداد دستگاه های ATM، کمترین تعداد رأس هایی که مثلا روش اصطلاحاً مانو دستگاه ATM داره رأس میشه توی تقاطع رو مثلا شما مانو بریم، این میشه مینیمم. اما مثلا الان اینجا احاطه گر شده ولی مینیمم نیست. روشن تا اینجا؟ هیچ بحثی فعلا راجع مینیمال اینجا نذاریم. حالا من میخوام یه مثال بذارم که مطمئن بشیم مینیمال هست. مینیمال یعنی من تعداد رأس‌های رو میخوام. ببین یکی دیگه من بکشم برای شما. شکل بعدی ببینیم. پس این گراف الان چی شد؟ این گراف الان احاطه‌گر شده، بحث توش نیست. اما از دید مینیمم نبود دیگه. الان میخوام بگیم که آقا این مینیمال هم چیه، هست یا نیست. میخوام بگیم مینیمال هم مثلا ببینید هست و نیستش با هم صحبت کنیم. هر کدوم رو برداری باید یه مشکلی پیش بیاد. وقتی من اینو برمیدارم مشکل احاطه‌گری برخورد میکنم نسبت به خود این توسط جای احاطه نمیشه. خب خوبه تا اینجا همین چیه رو. اینو برمیدارم دوباره اینجا مشکل احاطه‌گری دارم. روشن شد؟ پس تا اینجا حرف اوکیه. اینم بردارم خود این مشکل احاطه‌گری پیدا میکنه، میذارم سر جاش. اینم بردارم باز شما خود این رو میگی مشکل احاطه‌گری داره، میذارم سر جاش. یعنی این میگه مینیمال هستش، مینیمم نیست ولی مینیمال هست. مینیممش چی بود؟ مینیممش همونی که ما با هم دیگه چند دقیقه پیش یه بار دیگه شکل ببینید صحبت کردیم. این مینیمم، این کمترین حالت ممکن است که شما هست. همشون احاطه شدن، دوتا کمتر هم نمیتونم بذارم برای شما دیگه. خب این وضعیت رو. اما اونی که من برای شما اول کار کشیده بودم مثلا اینجوری بود، این بود. یه شکل دیگه هم داشته باشیم با هم دیگه ببینیم. مثلا یکی دوتا ستا چهار پنج شیش هفت هشت، یه چند تام روی اینا مثلا مانو بدیم با هم دیگه ببینیم. اینو میذارم، این دوتا رو بعد دو تا لایلت میکنم، میام اینجا اینجا. این چی؟ الان احاطه شده گرافت کلن، احاطه شده این، احاطه شده این، احاطه شده دسترسی داره اینجا، دسترسی داره اینجا، دسترسی داره همه احاطه شدن. یعنی این احاطه‌گر هست، بحثی توش نیست، تا اینجا حلیه. بعد جالب توجه اینه که 1 2 3 4 5 6 7 8 این پی 8 دیگه، درسته؟ یه گراف خطی 8. گامای گرافش رو باید چجوری پیدا میکردیم؟ یادتون هست سقف چی میگفتی؟ N سوم که 8 نفر بودن، 8 چندم، سوم سقف، 8 سوم 2 خورده 3. یعنی گاما گرافش باید کمتراتش 3، با 3 تا میتونستی پیدا کنی 3 تا، ولی تو 4 تران چیدی. احاطه‌گر هست، پس مینیمم چیه؟ دوباره میگی نیستش. مینیمال چی؟ راجع به مینیمال بودنش هم صحبت کن. هر کدوم رو برمیدارم باید مشکل ایجاد بشه. اینو برمیدارم، اینجا عدم دسترسی داره. اینو بردارم، این عدم دسترسی داره. اینجا رو بردارم، این عدم دسترسی پیدا میکنه. اینو بردارم، اون آخری عدم دسترسی پیدا میکنه. یعنی مینیمال هم هستش. یه نکات مثلا مینیمال بودن به هر کدوم دستری باید احاطه‌گری مورد سوال باشه. میگه احاطه نمیشه مثلا گراف دیگه. حواس جمع هم باشین. اگه مینیمم باشی، یعنی دیگه کمترین تعداد ممکنه رو داشته باشی، برداری یه نفر رو هر کدوم برداری مشکل پیش میاد. یعنی 100% میگی چی هستم؟ مینیمال هستم. اما یه جاهایی مینیمال باشی ممکنه، شاید اینجا بگم شاید مینیمم بشی، شاید به کمترین حالت ممکن رسیده باشی. اگه بگم مینیمال همواره مینیمم هست، میگی نه این جمله چیه، جمله غلطه. ولی مینیمم همواره چی هستش؟ مینیمال. اینم به عنوان نکته تو ذهن چیه داشته باش. خب بریم سوال 8 رو با هم دیگه جفت جو کنیم چه خبره دیگه. میگه آقا ثابت کنید تو هر مجموعه احاطه‌گر دلخواه غیر مینیمال. مینیمال نیست پس. خب میتوان با حذف برخی از رموزش به یه احاطه‌گر مینیمال تبدیل کرد. خب بگم اینجوری صحبت میکنم دیگه، خیلی شیک و مجلسی. میگم آقا جان اگر مجموعه احاطه‌گر مینیمال نباشد خودت میگی آقا غیر مینیمال دیگه، رأسی را حذف میکنیم.
یکشو هست کن، یعنی بالاخره یکشو اضافه گذاشتی، احتمالاً دیگه اینجور بگیم یکشو اضافه گذاشتی، مثلا رأسی رو هست میکنیم. اگر مینیمال و احاطه‌گر باقی ماند، اگه موند سلاحان احاطه‌گر باقی ماند، رأسی دیگر رو، رأس دیگری هست میکنیم، یکی دیگر رو هست میکنی که مثلا عدم دسترسی مشکلی نداشته باشه، مگر نه در همان حالت احاطه‌گر مینیمال داریم. وقتی میگه احاطه‌گر غیر مینیمال، یعنی یه چند تا انگار دستگاه ATM اضافه گذاشتی بر شما، میخوام این اضافه ها رو بردارم، میام دستگاه ATM رو برمیدارم از یه سری تقاطعی، میگم خب اینجا کیش کی مشکل عدم دسترسی پیدا نکرد، اینو میذارم کنار، میگم خرج اضافه. دوباره یه دستگاه ATM دیگه از یه دیگه برمیدارم، میگم که خب اگه مشکلی پیدا نشد، همه دسترسی داشتم به همه جا، خب میام این اضافه است بذارش کنار. اما یک رو برداشتی مشکل دسترسی پیدا کرد، میام برمیگم سر جاش، دوباره نفر بعدی رو برمیدارم. تا جایی که اون اضافه های ATM، دستگاه های ATM اضافه رو چیکار برداری، میگه خب اونایی که موندن دیگه هر کدوم دست دادم یه مشکل پیش اومد، پس مینیمال شده دیگه. خیلی ساده غیر مینیمال میشه با حذف چند تاش به چی تبدیل کرد؟ به مینیمال تبدیل کرد دیگه. این ساده و تموم شده است. حالا بریم بعدی. میگه قسمت به چی میگه؟ ببینیم، میگه یه گراوینگ تمرین کتاب درسیه دیگه، رسما تو کتاب درسی یا دیگه خورده چرخیده این ور اونور شده، همون داستانه. گرافر یه مجموعه احاطه‌گر مینیمال 5 عضو بنویس، یعنی یه مجموعه که 5 عضو باشه، احاطه بشه کل این گراف، کل شهر احاطه بشه، اما به هر کدوم این 5 دست بزنم یه مشکل ایجاد بشه. بیا بعد پیدا کنیم، ببینید من شکلشو بکشم از شما، یه چند تا از این گرافو به من تعریف بدین، 3 4 5 تا میخوای دیگه، بنداز اصلا دور این 5 تا خودش اینجا بنویس، اینجا بنویس راحت شیک. اولا نهاته میشه، نکن اف از طریق نهاته میشه، جی از طریق این، اش از طریق این، آی از طریق این، جی هم از طریق ای چی میشه؟ احاطه میشه، همه این شهر احاطه شده است. هر کدوم برمیدارم مشکل، بیا این خودش رو برمیدارم، خودش مشکل ایجاد نمیشه ولی اف بالاخره مشکل برش ایجاد میشه. اینو بردارم جی براش مشکل ایجاد میشه، اینو بردارم آی براش مشکل، یعنی هر کدوم برمیدارم یه مشکلی دارم. یعنی الان یه پنج جزئی گفتی احاطه هم شده ولی مینیمال هستش. مجموعه رو پس می‌نویسم، دور تا دور گذاشتی A و B و این یکی هم C بود و D بود و E بود، این 5 تا دور تا دور میشه برای شما چی؟ مجموعه احاطه‌گر مینیمال. بریم شما چند 9 ببینیم اونجا چی میگه. یه گراف 6 رأسی دارم با عدد احاطه‌گری 2 رأس کنید. عدد 6 رأس که تو تکی مشخصه، عدد احاطه‌گری 2 یعنی چی؟ دو تا دستگاه ATM کل این 6 تا رأس احاطه شده باشن دیگه، پوشش داده شده باشن. خب فقط هم یه دونه باشه، یعنی یه دونه احاطه، یعنی همونی که رسم کرد میگه دوتا، همون دوتا باشه. دفعه بعدش جاله میگه همون شیش رسی عدد احاطه‌گری 2 رسم کنید که بیشتر از یه دونه احاطه کرد داشته باشه. یعنی دستگاه های اینجور بهت بگم دیگه، تو حالت تعلیف دستگاه های ATM تو فقط یه دوتا جا میتونی بذاری، نه بیشتر. اینجا دستت آزاد، میتونی جای دیگه هم بذاری، مثلا دوتا. ولی مثلا خب بریم اینو براتون رأس کنیم دیگه. فکر کنم قسمت الف و ب شبیه تمرین کتاب درسی هم هست، پس شما یادت هست که تو صفر تا صد با هم دیگه چیکار کردیم؟ حل کردیم. نکته ای که نداره، خب یه شیش عضوی اینجوری میچینم برات، اینجا دو تا خروجی بدم، ببین چهار تا اینجا بذارم، دو تا اینجا خروجی میدم. احاطه‌گر این بود، مثلا حالا A و B و C و D و اینجا E و F، مجموعه احاطه‌گر فقط چی گفتی؟ سه، دو تا گفتی، مجموعه احاطه‌گر دی نشون میدم، گاماش هم چند؟ این دو دی، دو تا بیشتر ATM نداشتی، کمتر احاطه ممکنه هم هست، چون شما از این کمتر دیگه نمیتونی بذاری دیگه، قبوله؟ خب بعد مشکل همین یه دونه است؟ میگه آره دیگه، همین دوتا رو تونستم بذارم. این دوتا رو مثلا شما بذاری اینجا، اونا مشکل دارن، بذاری اینجا، هر جایی بذاری، هر دوتا رو هر جایی بذاری یه مشکل ایجاد، اینجا عدم دسترسی داره، اینجا بذارم که اینجا عدم دسترسی داره، همین همینجا بذار فقط، همین بیشتر از این نمیتونی جای دیگه بذاری. یعنی الان تو وضعیتی کشیدی که احاطه شده، مینیمم هم هست، همین یه دونه هم هست، همین یه حالت هم هست، مجموع بیستی. اما اینه که میگه بیشتر داشته باشه، من سعی میکنم حالت گرد بچینمشون، یا کنین چجوری میچینم؟ ف
فرزندی میشه خودم دیگه. اینجوری میشنم 6 عضوی دیگه، 1، 2، 3، 5، 6. بذار من یک شو بذاریم اینجا، 2 لایه رد میکنم میاد اینجا. یعنی الان من مجموعه A و B و C و D و E و F احاطه‌گر دوتایی دادم بهت، A و D. همه یه گراف چی میشه؟ احاطه میشه. مینیموم هم از دوتا کمتر دیگه نمیتونستم بدم. مدل دیگه هم بود؟ آره دیگه مدل دیگه هم. بیا اینجوری کار کنیم، اینجوری کنیم، دوتا رو کنیم بذاشت اینجا. یعنی احاطه‌گر بعدیشو من الان B و E دارم، همه یه رأس ها احاطه میشن، مجموعش با اون متفاوته، بیش از اصطلاحاً یه دونه داره دیگه. یه مثال برای این، یه مثال برای این، قال قضیه کنش.